سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به گفتمان کنونی ما. چند پیش موضوع خودمختاری و یا تجزیه صوبه بلوچستان پاکستان در کنگرس ایالات متحده امریکا جدیتر شد و این بحث سرصدای را در سطح جهان به راه انداخت. پاکستانی ها واکنش نشان دادند و ایر توطئه ایالات متحده امریکا علیه پاکستان خواندند و همچنان توطئه هند در برابر سرمایه گذاری کشور چین در بندر گوادر. صوبه بلوچستان در حدود 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره و چی پیامدهایی داره خودمختاری از این ساحه و یا هم تجزیه از این بالای منطقه به ویژه بالای پاکستان و افغانستان. در این گفتمان مهمانای را دعوت کردیم، خدمت شما معرفی میکنم. بانو فریده حمیدی نماینده مردم نیمروز در مجلس نمایندگان، آقای فردین هاشمی استاد دانشگاه، آقای خدای نظر سرمچار عضو پیشین مجلس نمایندگان، آقای عبدالستار پردلی عضو مرکز مطالعات استراتژیک منطقه‌ای و اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی. مهمانای عزیز خوش آمده به جریان گفتمان ما. در آغاز از آقای پردلی میخوایم پرسان بکنیم که علت گرم شدن بحث خودمختاری و یا تجزیه بلوچستان در ایالات متحده امریکا و در سطح جهان چی است به نظر شما؟ علتش مشخص است. ما اگر دور نریم از امی 11 سال شروع کنیم که فعلا جنگی که در افغانستان گویا در مبارزه با تروریسم جریان دارد و کل جامعه جهانی یک جای با ایالات متحده در اینجا تشریک مسایی دارند، هنوز به موافقت های نهایی که دست نیافتند. علت عدم موافقیتش خود امریکا و جامعه جهانی و همه دریافتند که عدم صداقت در پاکستان هست و پاکستان سیاستی را پیش گرفته که در حقیقت اصلا ISI و پاکستانی هستند که برای جامعه جهانی می جنگند و منافع میای خود از دست می تند. در طی بعد از سال 2006 ما ببینیم وقتی که آقای پرویز مشرف عملیات در بلوچستان اعلان می کند و جنگ شروع می کند و در اولین ضربه اکبر بکتی یکی از راهبران بلوچ ها شهید میشن. بلوچ ها با وجود که چند بار بر علیه پاکستان استاد شدن، مقاومت کردن، جنگیدن، این بار با عزم قوی تر به خاطر آزادی مصممانه پیشتر رفتن و در اینجا سیاست پاکستان طوری که بود که سیاست اختطاف و گریز و انکار پیش گرفت و سیاست نسل کشی مردم بلوچ به پیش گرفت. مثلا در طی سال 2002 60 بلوچ مرده هایش یافت شد. سال 2011 گپش به 260 رسید و قسم طبق گفته قدیر یکی از مسئولین یا بنیانگذار صدای گمشدگان بلوچ که فعلا فهرست 14211 تن از مفقودان ارائه کردن که همه جهانیان دریافتند که در ایجاد دست پاکستان نهفته است و عمدتا مسئله کشتار و نابودی فعالان بلوچ است. امسال 15 جنوری اولین بار خانم نطاق وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این مسئله را در طی یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرد و یکی از خبرنگاران ازش پرسید که در برابر این نسل کشی و ظلم و وحشتی که در برابر بلوچ ها صورت میگیرد چرا این خاموش هستن؟ گفت که ما از امو کنون اقدام کردیم، با دولت پاکستان در تماس هستیم که سیاست نسل کشی بلوچ ها و ایا را باید خاتمه بدن. و به تعقیب ازش ما میبینیم که شخصی آقای به نام روراگ باکر که در کمیته خارجی کانگریس این مسئله را مطرح می کند و این هم که دیگه البته یک تعداد از فعالین خود امریکایی و یک تعداد از راهبران بلوچ هم دعوت شده بودند که از جمله راهبران بلوچ یک احمر مستی خان بود که بر اولین دفعه از این سیاست امریکا استقبال کرد. و شما می بینید که امی بلوچ های ساده در طی چند چوان روز برای هر دقیقه باید یک دفعه حتما از طریق فیسبوک یک اظهار تشکری نیا میرفت و با تعقیب از یک قرارداد مطرح شد و این صدای همه بلوچ های ساده است که به خاطر استقلال می جنگند. و اما کنون من این مسئله را باید بگم که
در بلوچستان در همه مکاتبی که تحت نفوذ جنبش آزادی بخش بلوچستان هست و قبلا متعلمین وقتی که به مکتب می رفتن و در اوج اول باید سرود ملی پاکستان نواخته می شد و کنون با سرود ملی بلوچستان به طرف مکتب می روند و در همه تعمیرات بزرگ در بلوچستان و کنون بیرق بلوچستان به جای بیرق چیز تشکر. در احتزاز آقای سرمچار علت موفق نشدن مبارزین بلوچ قوت فوج پاکستان است و یا ای که اختلافات داخلی خودشان و یا کمکاری جامعه جهانی در جلوگیری از نسل کشی و نقض حقوق بشر و امثال از این؟ ضمن عرض سلام و ادب به شما و بیننده های عزیز، اگرچه خیلی مشکل است که وقتی آدم یک خانه را در نظر بگیره و در رابطه با کنج خانه صحبت بکنه که کنج خانه شامل خانه است، با وجود این هم بد نیست که ما یک بار از بلوچستان کبیر و از جریان جنگ و تاریخ سرزمین بلوچ یک اشاره داشته باشیم. مسئله مبارزات بلوچ ها برمیگرده با کنفرانس بمپور که در ایران در سال 1869 دایر میشه و با کشیدن خط گولدسمیت که در اونجا از او زمان به اصطلاح مردم او زمان بلوچا گجر میگفتن یا فارسی ها که نمایندهشان در اونجا شرکت میکنه و گولدسمیت خودش در او کنفرانس است و با از طرف بلوچا هم سردار پاکیرخان بیزنجو در اونجا شرکت میکنه و اولین خط کشیده میشه که قسمت غربی بلوچستان گلسمیت با ایران جبرن و این دو کشور یعنی در تبانی با یک دیگر جبرن یک قسمت جدا میکنن و برای ایران میسپارن. مبارزات از اون لحظه شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا امروز. مبارزات بلوچا یک تاریخچه دیروزی نداره، بیش از 100 سال است که بلوچا دارن مبارزه میکنن و بعد از 27 سال جنرال دیورند، خط دیورند امروزی که ما سرش صحبت میکنیم، ایرا توسط یک کمیسیون به نام انگلو افغان باندری کمیسیون ایرا میگیرن و یک قسمت از سرزمین افغان را میدن برای بلوچا که فعلا مربوط به پاکستان امروزی میشه و یک قسمت شمالی بلوچستان میدن برای افغان ها در حقیقت یک معامله میکنن و این در سال 1896 این کار میشه که در وقت پاکستان اصلا وجود نداشته. 51 سال بعد از این کشیدن خط دیورند در این مدت تای 51 سال انگلستان با بلوچ ها همیشه در تماس بوده و بالاخره تا 51 سال موافق میشه که در 11 آگوست 1947 قراردادهای را با بلوچا امضا بکنه و قسمت از سرزمین بلوچا را به کرایه بگیره که این دعوا فعلا در سازمان ملل جریان داره، به خاطر که حدود 10 سال است که از این مسئله میگذره، از قرارداد 100 ساله. دعوا را کی پیش میبره، پاکستانی ها یا نماینده های بلوچ؟ نه نه نه، بلوچا چرا پاکستانی ها؟ اون سرزمین وقت پاکستانی وجود نداشت. من بر شما میگم که بعد از 47 شما که بشه در 11 آگوست 1947 بعد از این وقتی که قراردادها به دست انگلیسی ها میرسه و خاطر جمع میشن و حق خدا حق به جانب میبینن و سرزمین ها را به کرایه میگیرن، منطقه بولان و شال و اینا را، بعد از او اینا چون سندی در دست دارن 3 روز بعدش در 14 اگست 1947 پاکستان ایجاد میکنن به عنوان یک کشور و در 15 اگست یک روز بعد از ایجاد پاکستان هندوستان آزاد میکنن. خب این دوربینی مربوط خود بریتانیای کبیر او زمان بوده که چرا چنینی برخورد کرده و چه هدف داشته و چه دورنمایی داشته در این مسئله. از او زمان یک سال بعدش در سال 1948 پاکستان حمله میکنه بر بلوچستان و به نوع بلوچستان به اصطلاح خودشان تحت قبضه میگیره. مرا یک چیزی که بر ما دردناک است که دوستای ما نمیفهمم که
چرا از تجزیه صحبت میکنن، چرا از جدایی صحبت میکنن؟ زمانی که پاکستانی وجود نداشته، بلوچستان سرزمینی بوده که صاحب اعتبار در سطح بین المللی و این قرارداده که انگلستان با از اونها کرده به عنوان یک کشور کرده. چی اصطلاح را به نظر شما استعمال بکنن؟ ایجاد یک بلوچستان کبیر؟ ایجاد یک بلوچستان، آزادی بلوچستان کبیر بهترین مفهوم به نظر ما ای است. خب یک کسی میاد غصب میکنه یک موضوع را بس بزور خود، غاصب غاصب است دیگه. بلوچستان و بلوچا هیچ زمانی مربوط پاکستان نبودن، هیچ زمانی با پاکستان ملحق نبودن و هیچ. خب یک کسی یک زوراور ظالمی میایه سر خانه خود ما، تو بزورم میگیره ما را از خانه میکشه، این به این معنی نیست که خانه با او تعلق داره، این ملکیت ثابت است که از ماست. اما این که یک غاصب و زوراور میگیره، از این خاطر من میگم کلمه جدایی به نظر من مفهومی درست در رابطه با بلوچستان کبیر نیست. از حیث آرمانی میشه آقای سرمشار کیر آدم بپذیره گفته شما را، اما عملا چیزی که وجود دارد، چی در دوران بوتو، البته ذوالفقار علی بوتو، چی در دوران مشرف، جای به جای های کدری، جای به جای نظامی، لشکرکشی و امثال از او، در کل نشان دهنده از این است که قسمت اعظم بلوچستان جز پاکستان است و ای اگر استقلال هم پیدا بکنه بخشی از تجزیه برش ما اطلاق کرده میتونیم. تمام تلاش های انسان بر مبنای امید هست. ما وقتی ایره میگیم که در صورت ما ایره میگفتیم، حرف شما یا کسای دیگه که چنین کلمه ایره اطلاق میکنن یا چنین تلقیه دارن از بلوچستان، او زمانی بود که بلوچستان و مردم بلوچ با واقعیتش از حکومت پاکستان، از قانون حکومت پاکستان تابعیت میکردن. وقتی که یک ملت بیشتر از 100 سال در مبارزه هست بخاطر از این که حق خدا بگیره، چگونه ما بتانیم که ایره متعلق بسازیم؟ جدا شدن بحث به اصطلاح شما آزادی و یا هم تجزیه یا حداقل خودمختاری بیشتر، چی از به نظر شما آیا کشتارهای اخیر و یا جدی شدن منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه؟ ببین کشتارها یک زمان، ما ایره برای شما بگویم که کشتارها با بلوچا چیز نو نیست. مبارزه بلوچان بیش از 100 سال پیشینه داره. من نمیدانم این رقم سال 2011 که حداقل 14000 در طی اینقدر زمان، حتی نمیتونیم که قربانیای بلوچا حساب بکنیم در حقیقت، از زمان مبارزه تا امروز که بیشتر از 100 سال میگیره. اما در زمان ذوالفقار علی بوتو هم شما اگر دیدین، با کمک ایران، با تیاره نظامی ایران و پیلوت ایرانی از طرف ایران و از طرف ذوالفقار علی بوتو بلوچا بمباردمان شدند. که آمار از اونها را داره که ما بگویم که آمار داشته باشیم که بگویم که تعداد و رقم قربانیای بلوچ، مبارزین بلوچ ما به این حد میرسه؟ این یک ملت مظلومی هست و این ملت ما هیچ کسی، حتی مو کسایی که خدا به اصطلاح دست به سینه میزنن که خدا به اصطلاح حامیان حقوق بشر میدانند و خدا حامیان کرامت و فضائل انسانی میدانند، به خاطر منافع خود هیچ زمانه در رابطه با بلوچا و این قوم مظلوم که بیشتر از 20 میلیون نفوس داره کس تا امروز صدای خدا نکشید. و این مبارزه ما یک مبارزه ای است که از 100 سال قبل شروع شده، تا زمانی که به این ارمان و این امید موافق نشیم، هنوز 20 میلیون نفوس بیشتر از 20 میلیون زنده است، همینا قربان، باید قربان سرزمین و عزت بلوچستان شود. بانو حمیدی، دیدگاه شما چی است که آمار کشته شدگان و ناپدید شدگان بلند رفتن این سبب از این شد که بحث تجزیه یا خودمختاری یا به قول آقای سرمشار آزادی مطرح شوه، و یا این هم که اهداف ایران و پاکستان با هم زیادتر گره خورد و امریکایی ها میخواهند اینجا شق ایجاد بکنند و با استفاده از یک جای شدن بلوچستان در منطقه تاثیرگذاری بیشتر داشته باشند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل حساسی که ایمار کشته شدگان بلوچستان بیشتر شد شده هی هست که هدف مردم از اون یک کم کم مردم شد. ببینید سالانه
ماهانه به هزارها نفر اضافه شده میره در کشتار دسته. بنابراین همه به اوج خود رسید، مردم مجبور شدن که صدای خود را بکشن، مجبور شدن به قیام ها دست بزنن و جامعه جهانی هم خوشبختانه نظر به دلایلی که داشت البته امریکا و جامعه جهانی و وضعیت بلوچستان که دید متوجه بلوچستان شد که فعلا تازه متوجه شدن. بله، بله، سرمچار میگه که یک قرن بیشتر میشه. درست است که یک قرن بیشتر بودن، اما فعلا چون بسیار زیاد شد، کشتارها زیاد شد، بسیار هم کشتار دادن بلوچستان در امی اواخر، در امی سال که گذشت، و هم فراری زیاد دادن. ببینین تمام نطقه های مهم از اون، تمام دانشمندان از اون نمیال در ایران و افغانستان فراری هستن، همینجا زندگی میکنن. اما در ایران هم مشکلات بلوچا بله. به شکل از اشکال وجود داره. بله، من بر شما ایت بگویم که بلوچا در سر تا سر دنیا با مشکلات زیاد روبرو هستن. مثلا ما ایتو فکر نکنیم که در افغانستان هستیم، بلوچ هستیم، در حالی که بیشتر باید ایره بگویم که ما بیشتر از 2 میلیون از بدخشان شروع تا هرات ما نفوس داریم و بیشتر در همچنان در مناطق ایران، در مناطق زاهدان گرفته تا بندر عباس و تا چابهار، کلش بلوچ نشین هستن. و بلوچستان هم میبینین که به چی حالت هست، با وجودی که یک مملکت بسیار امکانات داره اما مشکلات زیاد مواجه از اونها هست. دلیل عدم موفقیت یا به نتیجه رسیدن مبارزات گرم آزادی خواهانه چی بوده؟ چرا موفق نمیشند؟ آیا قوت پاکستانی ها دهی بیشتر است یا اختلافات داخلی سران اقوام بلوچ یا سران گروه های آزادی خواه؟ خب در اونجا بعضی دستای هست که کار میکنن و معلوم دار در اونجا دستا بسیار کار میکنن و مشکلات در بین خودشان ایجاد کرده، با وجودی که بسیار زیر فشار هستن باز هم موفق هستن. ما اونا رو موفق میدانیم، به خاطر از این موفق هستن که فعلا سرود ملی شان خودشان به زبان بلوچی میگن، بیرقشان در اعتزاز است و امکاناتی که فعلا به دسترس از اونا هست، با وجود هزی هم، با وجود هزی هم که معدنای مختلف دارن، اما گازی که از خود بلوچستان اخراج میشه، او گاز خود مردم بلوچستان بدبختانه اینقدر اونا زیر استبداد هستن که از گاز خود خبر ندارن و نمیفهمن که و نمیشناسن که حتی گاز چی هست و گاز از اونا به دیگه ولایت های پاکستان میره که خودش بسیار برای مردم پاکستان رنج آور است و برای ما افغان بلوچا هم این قابل تحمل نیست. تشکر. آقای بلوچزاده، یکی از مصداق‌های بارز نسل‌کشی در بلوچستان جریان داره زیر نام اقوام بلوچ، هزاره و یا کوچانیدن بعضی اقوام خردگی که در اونجا وجود داره. نهادهای مدافع حقوق بشر، به ویژه نهادهایی که در سطح جهانی کار میکنند با بیشتر از منطقه، تا کنون چگونه فعالیت‌های داشتن به خاطر بلند کردن این صدا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. موردی را که بیشتر جنگی که در بلوچستان آغاز شد و حملاتی که در از طرف پاکستانی ها و در بسیاری از موارد دوستان شرکت کردن بالای از طرف ایران بالای بلوچستان صورت می گرفت، تحقیقاتی که نشان می ده و حرفایی که صورت گرفته، بیشتر نقش خود امریکا را در اینجا دخیل می سازن. یعنی به این مفهوم که آیسای به نام یک شاخی فرعی از سی‌آی یادداشت می تن و توسط خود ای بخش می آمدن بلوچستان که یک 42% یا در حقیقت 40% ساحه پاکستان امروزی را بلوچستان تشکیل می ده. از این طریق حملاتشان ادامه می دادن، تیارات F-16شان وجود داشت و نیروها را پول می دادن و حملاتشان به پاکستان بر بلوچستان انجام می دادن به یکی مردم امان رشد بکنن و او نزدیک بندر گوادر یا و قسمتی که با بحر ارتباط داره بلوچستان، او قسمت میخواستن که تحت تصرف پاکستانی ها باشه و به منفعت انگلیس ها و آمریکایی ها تمام شد. اما پاکستانی ها رایشانی است که سرمایه گذاری کشور چین را میخواه هند و امریکا در گوادر تقلیل ببخشه. او قسمت پاکستانی ها بیشتر در خط خود داشتن و توسط پاکستانی ها آمد چینایی ها سرمایه گذاری کردن و کمپانی های استرالیا هم اونجا وجود داره. اما نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر بیشتر آمارها و ارقام را که امروز در دسترس دوستا قرار دارن، این آمارها را در دسترس جامعه بین الملل قرار میدن. دادهایی چی؟ بیشترین آمار سازمان عفو بین الملل، آمار ارقام کشته شدگان و ناپدید شدگان و از طرف دیگر ترور شخصیت ها را عنوان کرد و از امریکا خواهش کرد که سلاحهایی که منجر به کشته شدن بلوچا میشه و تیاراتی که منجر به کشته شدن بلوچا میشه در دسترس
پاکستانی ها قرار نتن به می ترتیب. ولی از آن جایی که پاکستان خصوصا بخش بلوچستانش به حالت قرار داره که اجازه حضور رسانه ها، حضور نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر اونجا خیلی محدود است. بسیاری از گزارش ها هم که تایید میشه و بسیار مشکلات از داخل خاک بلوچستان میبره و بنابر ارتباطاتی که وجود داره بر پایه ازی است که دادخواهی بیشتر از طرف بلوچستان صورت نگرفته. بیشتر اونا دنبال جنگ و دنبال آزادی خواهی خود بودن و در یک حالت قرار داشتن که دفاع از خود انجام میدن. ولی در اون سطح که بلوچایی که در بیرون در داخل افغانستان بودن، بلوچایی که در داخل ایران هستند، بلوچایی که مثلا از افغانستان بیرون رفتن و به مالک دیگه سفر کردن، این دادخواهی ها بیشتر کمتر بوده. ولی نهادهای بین المللی به خصوص جایی را که ما مراجعه کردم، به جز سازمان عفو بین الملل که بیشتر موضع گیری داشته و ما را ارقام دادن، نهادهای دیگه در اونجا دخیل نبودن. از لحاظ دادخواهی یا خود مستاق یکی از جرایم بین المللی که نسل کشی است، چگونه باید پای محکمه جهانی جنایی که جنایی بین المللی دیگه کشانده شود و عاملین قضیه به چه شیوه به محکمه آی سی سی کشانده شود؟ خب بیشتر بحثی است که مستندسازی صورت میگیره، اسناد و مدارک در داخل خاک بلوچستان جمع آوری میشه و این اسناد و مدارک در دسترس دادگاهی بین المللی جنایی قرار داشته میشه، به شرطی که دولت پاکستان بخواه. چون نظام فدرالی است و مجموعه ایالت ها با هم پاکستان تشکیل دادن، بر پایه ازی است که در داخل حکومت پاکستان ای اراده را نداره که اسناد و مدارک جمع آوری شود و دسترس محکمه ایجاد محکمه جزایی بین المللی یا محکمه جنایی بین المللی هم همی است که کشورهایی که خودشان قدرت دارن نمیخوان جنایات خود را محاکمه بکنند، بنان این محکمه ایجاد شده چگونه باید شود؟ فعالین حقوق بشر در سطح منطقه و جهان چه گام هایی را بردارند که این جنایت یا این نسل کشی متوقف شود؟ حداقل کاهش پیدا بیشتر بکنه. بیشتر بحثی است که اسناد و مدارک جمع آوری شود و رسما از طریق سازمان ملل متحد. آقای پردلی 14000 گفت، آمار ارقام در بعضی رسانه ها 18000 و تا 19000 هم بعضی جا دیده شده. حد اوسط از اینه که ما 17000 را محاسبه بکنیم در سال 2011 کشته و ناپدید، رقم بسیار درشت است. من میخوایم امیره بگویم که این ارقام جمعوری شده ولی رسما از طرف یک نهاد به آی سی سی یا محکمه دادگاه بین المللی جنایی گذاشته نشده. بر پایه ازی از وقت که اسناد ارائه شد، جمعوری شد، باز در دسترس دادگاه بین المللی جنایی قرار داده میشه و بر پایه از او است که دادگاه بین المللی جنایی رسما وارد اقدام خواهد شد و از حق بلوچ دفاع میکنه. اما یک نکته را میخوایم بگویم که فعلا در وضعیت قرار داره که بلوچستان که او بود سیاسی قضیه بیشتر مورد توجه است تا بود حقوق بشریش، فعلا امریکا تلاش داره که پاکستان بالایش فشار وارد بکنه و سرانگشت دردش دست خود گذاشته که مو تجزیه پاکستان یا آزاد کردن بخشین تجزیه پاکستان و آزاد کردن بلوچستان است به عبارت دیگه. و از طرف دیگه شما توجه کردین که در تنگی هرمز نیروهای ایرانی تلاش داشتند که بتونن او تنگی رو بر روی آمریکایی ها ببندن. مانع کشتی‌هاشان. دیشب هم مانورهای صورت گرفته رو قسمت. آمریکا بیشتر تلاش داره که با خرد کردن و پارچه کردن پاکستان که پیش بینی شده تا سال 2015 پاکستان تجزیه میشه و سند هم آزادی خود خواهد خواست، پشتونستان هم آغاز میشه و بالاخره پاکستان تبدیل میشه به یک دولت ضعیف. بر پایه از او است که بیشتر بود سیاسی قضیه روی صحنه است تا به بود حقوق بشریش. بیشتر این مسائل ابزاری است و به این پایه چنانچه در کشور مثل سوریه وارد شدن، در افغانستان به میانوان داخل شدن و میخوان از این ابزار استفاده بکنن وارد پاکستان شوند و او تنگی چنانچه بلوچ هم گفتند چند مورد بلوچ ها پیشنهاد میکنند، میگن بندر گوادر در خدمت شما قرار میتیم، از طرف دیگه با طالبان و توریسم ما مبارزه خواهیم کرد و از طرف دیگه خط لوله های گاز که 30% گاز از ایران به هندستان انتقال پیدا میکنه و مقدار بشکای تیل به هند انتقال پیدا میکنه مانی از ورود این حالت هم میشه. بر پایه از این است که این فشار دیگه است که از طرف بلوچ ها بالای پاکستان ایجاد میشه و منفعت بیشتر در این قسمت از دو پهلو اگه آدم بحث بکنه که این یک نوع فشار آوردن بالای پاکستانی ها است و همزمان به یک نوع جنایت در برابر بلوچ ها و استفاده ابزاری. دوباره پس یک تکرار دیگه است که مطمئن باشین که آمریکا به هیچ عنوان بلوچ ها را به حالتش نخواد گذاشت که دوباره پس جغرافیای بنام بلوچستان و تحت حکومت خود بلوچ ها رشد بگیره. درگیر میشن با ایرانی ها، درگیر میشن دوباره پس با
پاکستان و از طرف دیگه هم افغانستان یک قسمت چه خواد بود نقشه که طرح شده یک قسمت چه از دست خواد داد و تداوم جنگ بیشتر منطقه یک زمان بگم شامل جنگ شد وارد ما وارد یک جنگ جدی و وارد یک جنگ تازه در منطقه خواهد تشکر آقای هاشمی پیش از اینکه سر نیات بد یا نیک ایالات متحده آمریکا در منطقه بحث بکنیم از لحاظ واژه ها و اصطلاحات میشه که شما دقیق بسازید که چه اصطلاح را بیشتری استعمال باید بکنند از لحاظ سیاست جهانی امروزی که تجزیه و یا هم آزادی به قول آقای سرمچار و یا خودمختاری تا کدام اندازه میتونه مشکل کنونی بلوچستان حل بسازه؟ به نام خدا خیلی سخت است چون این بحث بخشی به مردم خود ما ارتباط میگیره مردم خود ما که بلوچ ها هستن ما میتونیم مثلا از واژه استقلال هم استفاده کنیم استقلالی که در واقع از یک حکومت دیگر گرفته میشه حالا اگه مفهوم تجزیه مفهوم منفی به حساب میاد از نظر دوستان میتونه از چنین مفهومی مفهوم استقلال هم استفاده کنیم این ترم قبول شده اصطلاح قبول شده چی هستش؟ بین المللی از دید پاکستانی تجزیه است از دید بلوچ استقلال از دید بلوچ استقلال است این نگاهی است که چون نگاه ارزشیش به این مسئله بحث خودمختاری تا کدام اندازه میتونه مشکل موجود بلوچستان حل بشه ببینید اتفاقی که در پاکستان افتاده است متاسفانه این بوده که شما یک قوم چندین قوم در داخل پاکستان تبعیض قائل شده نسبت به اونا و خودمختاری نمیتونه در واقع از لحاظ فکری برای بلوچستان بزرگ در واقع او منافع تامین کنه در چنین فضای در واقع میشه گفت که عدم رفتار عقلانی سیاستمداران پاکستانی در طول تاریخ تشکیلی کشور امروز بعد از 50 سال باعث این شده که مردم بلوچستان حتی به خودمختاری هم قناعت نداشته باشن اتفاقی که در بلوچستان فکر میکنم افته یا او ایده اصلی که مردم بلوچ دارن در این منطقه همون استقلالشان است و خودمختاری در واقع پاسخگوی نیازهای اونو نیست اما یک مسئله بعد از نظر اگر ارائه شوه با چنین وضعیت کافی و بسنده نیست برای بهبود وضعیت البته یک مسئله باید در نظر داشته باشیم که تا چی اندازه سیاست بین الملل به این روند کمک میکنه مسئله فقط خاص خود مردم بلوچ نیست در منطقه تا چی میزان سیاست بین الملل در منطقه به این فرآیند کمک میکنه و در واقع میتونه این پروسه رو پیش ببره هندی ها پاکستانی ها هندوستان و آمریکا را متهم به این میسازند که در قبال این توطئه مانع سرمایه گذاری چین به ویژه در گوادر خواهد شدند دید شما چی است که آمریکایی‌ها چه میخواهند از گرم شدن بحث خودمختاری یا تجزیه یا استقلال ببینید پاکستانی میخوان پای یک بازیگر دیگه چین را به میان بکشونن که مسئله کلانتر بشه و تنها نمونن در این مسئله اما از اونجایی که در روابط بین الملل ما بر اساس اخلاقیات صحبت نمی کنیم و در واقع بر اساس واقعیات بحث می کنیم من فکر می کنم بیشترین عاملی که باعث شد ایالات متحده آمریکا این مسئله رو مطرح کنه رفتار دوگانه پاکستان در روند مبارزه با تروریست در منطقه است این عامل اصلی است به نظر من که در واقع ایالات متحده آمریکا مطرح میکنه و بعد از مطرح کردن این مسئله شما شاهد از این هستیم که رفتار پاکستانی در خصوص مذاکره با طالبان هم تا حدودی نرمش پیدا کرد یک طرف مسئله است و در این حال در منطقه‌ای که ما و شما زیست میکنیم متاسفانه بحران بسیار شدید است هم در همسایه دیگر ما که بخش از نظام منطقه‌ای خاورمیانه است بحران با ایالات متحده آمریکا وجود داره از این طریق ایالات متحده آمریکا میتونه حاله فشاری پیدا کنه علیه ایران در این حال رفتار پاکستان در خصوص مبارزه با تروریسم بیشتر تنظیم کنه مفهومی که به نظر من است در واقع که ما نمیتونیم به این مسئله به عنوان یک انقلاب نگاه کنیم که در این منطقه تحولات خیلی شدید باشه به عنوان یک آپشن در برابر سیاست دوگانه پاکستان در مبارزه با تروریسم در افغانستان برای ایالات متحده آمریکا وجود داره هر زمان که پاکستانی ها رفتارهای دوگانهشان رو بیشتر تشدید کنند من فکر میکنم مسائلی مثل بلوچستان پررنگتر میشه و در واقع از پاکستان امتیاز گرفته میشه تا پاکستان به جهتی که آمریکایی میخواهند هدایت کنه موضوع انسداد یا بندش راه اکمالاتی ناتو از کراچی تورخم آیا یا میشه که من حیث یک گزینه کوچک برای امریکایی ها مطرح شوه که بتانن از گوادر سپین بولدک استفاده بکنن؟ خب مسئله استقلال بلوچستان در واقع مسئله کلانتر است نسبت به ترانزیت در واقع یا اکمالاتی که ایالات متحده آمریکا انجام هدف ما از گرم شدن موضوع نابهنگام یا بعد از مدت ها یک طبیعتاً میتونه در واقع
تأثیر داشته باشه بر تغییر رفتار پاکستان در یرسه. ما باورم بر است که با مطرح شدن مسئله بلوچستان توسط ایالات متحده آمریکا، ما همکاری بیشتر پاکستان در ماه‌های آینده در همکاری با ایالات متحده آمریکا در منطقه خواهیم داشت. یک موضوع دیگه هم که سر صداها بهش متوجه است و این است که نشست سه جانبه اخیر پاکستان، افغانستان، ایران، آیا در این بحث میان سران این سه کشور بحث توافق منطقه‌ای در برابر ایالات متحده آمریکا به میان شاید آمده باشه که آمریکایی‌ها از او اطلاع حاصل کرده باشند و چنین موضوعی را انگشت فشار بالاش گذاشته باشند، به ویژه ایران که شدت تحریمات اخیر خیلی اینا را دست و پاچه ساخته؟ ببینید، ایران دنبال ازی بود در نشست سه جانبه که نوعی همکاری پیدا کنه در مبارزه که علیه ایالات متحده آمریکا داره در مسئله اتمیش. من فکر نمی کنم نه افغانستان نه پاکستان در اون سطحی باشن که خواسته باشن چنین اشتباهی انجام بدن. برای پاکستان بیشتر مسئله ای بود که تا حدودی مشکلات برق و مسائل انرژی خور حل کنه از طریق ایران امتیاز بگیره و ما هم خوب مشخص بود بیشتر به دنبال گفتگوهای صلح بودیم در این حوزه. خود او رفتار به نحوی میخواست پیغام بده به ایالات متحده آمریکا، اما وزنی که در مقابل رفتار آمریکا وجودیش آنقدر سنگین نبود که بیاید چنین مسئله رو مطرح کنه، نوعی ما اتحاد داشته باشیم در برابر غرب در منطقه. اما من بیشتر باورم بر ایست که هر سه کشور مشکلاتی با ایالات متحده آمریکا دارن در سطوح متفاوت و مطرح کردن مسئله بلوچستان به همون سطوح رو از اینا تاثیر میگذاره. یعنی ایالات متحده آمریکا هم رو رفتار پاکستان تغییر ایجاد کرد با این مسئله، هم ایرانی‌ها رو بیشتر به سر میز مذاکره در مسائل هسته‌ای کشان و هم به نحوه به ما کمتر در خصوص افغانستان نشان داد که نباید ما به یارگیری در منطقه علیه اونا بپردازیم. تشکر. باز هم خوش آمده بینندگان عزیز. خانم حمیدی، دید شما چی است که اگر بحث استقلال عملی شود چی پیامدهای مثبت داره و چی پیامدهای منفی به بالای اطراف از جمله ایران و افغانستان؟ اگر واقعا بلوچستان آزادی خود بگیره، با معلوم دار مردم از اونا که 100 سال از مبارزه میکنن به هدف خود میرسن، مستقل میشن، امکاناتشان به دسترس خودشان میرسه و معلوم دار تاثیرات منفی که در منطقه دا پیدا میکنه ایست که چهار اطرافش چی افغانستان است چی ایران است، اینا دست و پاچه خود شدن به خاطر از اینکه همیال وضعیت در افغانستان وضعیت بلوچا خراب است. مثلا بیشتر از 2 میلیون که ما در تمام افغانستان هستیم، همیال وضعیت ما به کلی خراب است. در کابینه بر ما جای ندادن، یعنی در کابینه خود جناب رئیس جمهور یک بلوچ هم معرفی نکرد، در حالی که ما کتار هم با تناسب ایران و پاکستان افغانستان مشکلات کمتر است. صرف کمتر هست که ما فقط یک کم آزادتر هستیم دیگه، حق ما همیشه من تلف بوده. خدای نخواسته کشتار نیست، به بهانه بلوچ بودن تهدید نیست، اهانت نیست. همین تهدید روی خود داریم، تهدید روی هست که مردم افغانستان، تهدید روی هی است که در هر جای ما مایوس هستیم، حق ما تلف است، کادرها داریم، تحصیل کرده ها داریم، نه در کابینه جای داریم، نه در وزارت ها بر ما جای داده شده و نه در بورس های تحصیلی بر افغان ها جای داده. معلوم دار که اگر در آینده هم همین رقم باشه، مردم افغانستان هم شاید روزی شما میخواید بگویید که بخش از بلوچای افغانستان هم خود پیوستن با بلوچستان جدیدی که ایجاد خواهد شد؟ نه خیر، نه، ما هیچ وقت به حساب تجزیه افغانستان فکر نمی کنم. من افغان بلوچ هستم و به می فکر هستم که باید در افغانستان سهم بلوچا معلوم شود و سهمی ما داده شود تا هی که ما پرسش مایی است بانو حمیدی که بعد از ایجاد یک بلوچستان جدید چی پیامدهای منفی در منطقه، یعنی پاکستانی‌ها دو سر حالش نخواد بشینن الا اینکه با چند پارچه دیگه خورد شوه و یا هم ایرانی‌ها آرام نخواد بودن، دید شما چی از من هست نماینده مردم که چه تبعات منفی خواد داشت؟ درست، تبعات منفی خود داره در سر منطقه. معلوم دار پاکستان که تا فعلا هم آرام نیست و آرام ننشسته، معلوم دار کارهای خود کرد، معلوم دار اونا دست به کارهای جدید خود زدن، دست به حملات جدید خود زدن، ابتکارات جدید خود داشته باشند در ایسا و ایران هم به خاطر از اینکه از ترس و حراسی که داشت پرش پیدا میشه که چون در اونجا هم وضعیت بلوچا خراب است و امکاناتی که باید یک بلوچ داشته باشه اونجا نیست، یعنی در کرسی های بالا
بالا بر بلوچ‌ها جای داده نشده و به می حساب اونا هم این راس و ترس دارن. تشکر. آقای سرمچار، میشه که جدا جدا هم تبعات مثبت زیره و هم منفیش شما بیان بکنی فشرده که اگر کشوری به نام بلوچستان ایجاد شوه چی تبعات منفی و مثبت خواهد داشت؟ یک بلوچستان مستقل ارمان دیرینه مردم ما هست، البته از کل بلوچه، بدون از اینکه ما تقسیمات بکنیم اینا را به نام این و آن. این هدف تا نیست که بلوچه های افغانستان هم باید جز از او شوند، مثلا نیمروز و بعض این نقاط دیگه. بلوچه های افغانستان به عنوان یک مجموعه حق در زندگی را در کجا بکنند، این حقشان، حق مسلمشان است. اما ایره من نمیگم که حتمی این کار میکنیم، یکی از مسئله حقوقی است که از بر مبنای حقوقی این حق بلوچه است که یک قوم 20 میلیونی که داره عین زبان و فرهنگ و خون شریکی و درد و رنج مشترک تاریخی است، حقشان است که باید آزاد باشند. آزاد عزمی است که فرض مثال نیمروز یکی از ولایت‌های است که بیشترین بلوچه در خود داره، با استثنای ولسوالی خاشرود و چند جای دیگه. یعنی وقتی که مردم با پیونده با او بدون شک راضی و جغرافیا هم باید یک جای شوه، اما افغانستان کشوری است که چند قوم در زندگی میکنه، ازبک ها هستن، ترکمن ها هستن، این اگر جدا شوه افغانستان نمیمونه. مولانا صاحب سوال خوب کردی. ببین بلوچه بیشتر از 100 سال است که در آتش میسوزه. فکر شما هست کل برادرای ما امیدوار هستم که بسیار خوب زندگی کنن، همیشه بالا به پرخنده زندگی کنن و همیشه جشن داشته باشن. اما هیچ یک از این برادرها را در 100 سالی که ما سوختیم گایم عشق بر ما کس نرخته که ما برایشان خون گریه کنیم. اگر حرف حقیقت و دل ما را بخواهیم. این عرض است که این شما ایره من هست با پالوی مثبت قضیه یک کشور مستقل ایجاد میشه. ما امیدوار هستم. تبعات منفیش چی خواهد شد؟ ببین این برای بلوچه تبعات منفی نداره. چرا بلوچه؟ گفتم بیشتر از 3 سال است که در دوزخ و جهنم میسوزه. از این بدتر بر بلوچه چه قاعده آمد؟ کدام بدیره ما منتظرش باشم در انتظارش در منطقه چی؟ پاکستان و ایران چه خواهد شد؟ ای که در منطقه مطمئنن که ای پیامد خوب برای منطقه نداره، ممکن برای بسیار دوستای ما هم نداشته باشه. هیچ کس نمیخواد که چیزی را که به دست آورده و سری از او عیش و عشرت میکنه و پادشاهی میکنه ای از دستش گرفته شود. معلوم است که برای از او بسیار زجرآور است و نمیخواد که امنیتی را که به این شکل دارن ای به اصطلاح به بهانه منافع و دایه آزادی خواهی یا دایه حمایت از آزادی خواهی پشتون ها و بلوچای که سران پیشین دولت افغانستان و کنونی داشتن و دارند، ای همه ابزاری است به نظر شما؟ صادق نیستن یا در این گفتار خود؟ ببین به یک حساب بلوچا پشتون ها خود یک قومی است که از نقطه نظر سرزمین با خود در یک سرزمین زندگی میکنند. علاوه از اینا مناسبات خویشاوندی و خونشریکی هم پیدا کردن. اما به این باید اعتراف بکنیم که دو قوم جدا هستن، زبان جداگانه دارن، فرهنگ مشترک است، ولی به نام دو قوم جداگانه یاد می شوند. نمیگم که ببین به این دعیه که شما اشاره برای ازو کردین، ما تا یک مدت پیش روزی داشتیم در افغانستان به نام روز پشتون و بلوچ. از زمانی که جناب آقای کرزی آمد، نه ای که این روز به دست باد فنا سپرده شد، حتی چند قوم یاد میکنند. الان کل دولت مردای ما، متنه بیا که اشاره به طرف کرزی صاحبم نباشه، متنه کل دولت مردای ما را که امروز سر قدرت هستند از چند قوم یاد میکنند. مولانا صاحب مرا اجازه بده، پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، چهار قومی که مسلح هستند، چهار قومی که زور دارن، دیگه تمام اقوام افغانستان و غیره است. انصاف یزید در کجا؟ آیا این دید برادران است؟ این دید از طرف دولت مردان؟ پرسش ما این است که برای دولت افغانستان هم استقلال بلوچستان یک گپ نامیمون خواد بود؟ نخواد باشه. چرا؟ یک چیز برای شما اشاره میکنم، اگر یک قسمت از بنوان سرزمین بلوچه از افغانستان خیلی یک ساحه خرد، ما 60,000 کیلومتر مربع اینجا ساحه داریم بلوچستان شمالی، اما در برابرش افغانستان در
و او طرف خط دیورن بلکه دو چند سی چند زیر صاحب میشه برای از اونا نباید دردناک باشه. تشکر. آقای بلوچزاده، اگر آنچه که شما پیشتر به اشاره داشته آمریکایی ها من حیث یک ابزار فشار بالای پاکستانی ها و از طرف دیگر بالای ایرانی ها از این مسئله استفاده بکنند، پیامد چی خواهد شد؟ اولا پیش از اینکه خدا کنه که روز بلوچستان آزاد شوه و از این وضعیت بیرون شوه، اما حرف دیگه جریان داره فعلا به نام بحث‌های گفتگو رو اندازی کردن. پاکستان همین لحظه مبارزه با تروریسم خواسته اعلان بکنه. شما صبح شنیدین که یک نماینده بلند پایی طالبا سخنگوش اعلان کرد که ما اگر افغانستان به قدرت برسیم از توریسم جدا میشیم. از طرف دیگه خانه اسامه بن لادن به دلیل تخریب شد که پاکستان بپذیره که اسامه بن لادن در پاکستان بود و او اتهامات را که پاکستان علیه امریکا داشت که مبادای کار صورت بگیره. به هر حال فعلا بحثی است که یک نوع سازش دوباره پس روش‌های استفاده میکنن با میانجیگری انگلیس که این بحث تجزیه از بین بره. اما اگر بحث تجزیه یا استقلال پاکستان مطرح شود، بحث تجزیه طلبی و بحث استقلال طلبی در ایران آغاز میشه. آذربایجان، او قسمت کردنشین، او قسمت بلوچ ها و او قسمت عرب ها دوباره پس ادعا خواد کردن و تأثیر بیشتر بالای ایران خواد داشته. نکته دیگه که تحریم بیشتر بالای ایران صورت خواد گرفت، او مرز تنگی هرمز اگر دست کنترول یا دست امریکا بفته، در او قسمت است که ایرانی ها از چند طرف محاصره میشن، اما از طرف افغانستان، اما از طرف این قسمت بندر گوادر یا و از طرف ترکیه هم طبیعی است که توانایش دارن که بالای ایران بیان. در هر حالتش او پیش بینی که صورت گرفته که تا سال 2015 اگر پاکستان تجزیه شود، بنابر دلایلی که وجود داره، فساد اداری، طالبانیزه کردن، عدم کنترل مراکز هسته‌ای پاکستان و از طرف دیگه حمایت از تروریسم و خودمختاری و خودکفایی، نقشه منطقه تغییر خواهد کرد. دقیقاً نقشه منطقه تغییر میکنه و او قسمت هم است که یک قسمت از افغانستان، یک قسمت از ایران و یک قسمت از پاکستان وارد یک جغرافیای جدید به نام بلوچستان خواهد شد و او سرحدی که بین افغانستان و بین پاکستان دوباره پس یک کشور دیگه یا یک منطقه دیگه به نام پشتونستان به وجود خواهد آمد. یعنی تا حد پاکستان در یک جغرافیای بسیار کوچک و با یک حکومت بسیار ضعیف در منطقه حضور خواهد داشت. اگر بلوچستان مستقل شود چه فکر میکنی؟ ایالات متحده آمریکا با استفاده از بندر گوادر رای مواصلاتی خود بدون شک به قندهار و جنوب افغانستان وصل خواهد کرد، آیا پایگاه های زمینی خود را در این ساحه تأسیس خواهد کرد؟ باوری است که یعنی اگر امو 42% مساحت را که دست بلوچ ها است و بلوچ ها وقتی که اگر تفاهم بکنن با امریکا، که امریکا صادقانه صحبت بکنن و این تعهدات را که امروز با بلوچ ها دادن و او بلوچ ها دوباره بالمقابل به امریکا دادن، تبدیل میشه به یک پایگاه امریکایی و این تبدیل شدن به پایگاه امریکایی طبیعی است، مثل افغانستان و یک قسمت به منفعت بلوچستان تمام میشه، ولی طبیعی است به ضرر پاکستان، حتی به ضرر افغانستان در بسیاری از موارد و حتی بحثایی که صورت گرفته گفته از این قسمت بندر گوادر امکاناتی است که مالک از چین میاد و از این بندر میگذره به خاورمیانه و از این طرف میره به هند، مانع ورود از اینا خواهد شد و از طرف دیگه او بحری کسپیان هم میتونن که تحت کنترل خود داشته باشن و روس هم تهدید مانع انتقال لولای گاز به پاکستان. طبیعی است، این مورد هم است. و نکته دیگه هم جالب خود بود که احتمال داره، چون خروج نیروهای بین المللی وقتی که اتفاق میفته، تلاش دارن کلا از طرف شمال اگر بخواین نیروهاشون بیرون بکنن، خیلی مصرف گزاف تمام میشه. از این قسمت هم میتونن که سهار تحت کنترل خود داشته باشن و اگر روز از افغانستان یا از بیرون شون، این منطقه رو دسترس خود داشته باشن. دهلیز جدید ایجاد بکنن. آقای پردلی، چقدر زمان خواهد برد که صاحب بلوچستان استقلال خود بگیره یا حداقل بتانن که به پای خود استاد شون؟ بخشید، من در ابتدا میخوام خیلی مختصر یک تماس بگیرم سر ضرورت یزی که فرالن چرا امریکا از این طرح حمایت میکنه. با باور ما اولش ما ببینیم فعلا عملا امریکا با چه مشکلات مواجه است از لحاظ تامین روابط لوجستیکی بین قوایش که در ایجاز و در آینده قدم پیشتر و قسمت قوات های امریکایی که در شرقی آقای هاشمی گفت که در
برابر بحث استقلال بلوچستان بحث دولت ترانزیت یک من میخوام که اینی را ببخشید نقاط نظر خودم یکی از مسائل دوم ای که در سال 2016 طبق رشدی که چین دارد از لحاظ اقتصادی باید مقام اول است پیش امریکا بگیرد آیا امریکا تحمل دارد که او را بپذیرد من فکر میکنم یکی از راههایی که فعلا چین میخواد که استفاده کند که خط آهن میکشد روی ترانزیتی را و استعمال بندر گوادر را که به زودترین فرصت از این راه اقتصادی و از مواد خام دیگه پایش استفاده کند برای امریکا خیلی دشوار هست شما تایید میکنید گفته محافل سیاسی پاکستان را که هند و امریکا در رقابت با نفوذ سریع چین مبارزه میخواه بکنه؟ یکی البته یکی اما چین شما ببینید تا 2014 چطور خواه به خود زده تا یک دفعه مسئله پلان 2014 تکمیل شد باز تحرکاتش اینی شروع خواهد شد شما ببینید که مقنون امریکا بودیانت دیگه رو مطالعه میکنم مطمئن است که تا 2014 رای پاکستان برش اطمینان نیست از مخاطر ما شنیدیم که وزیر دفاع انگلستان در قزاقستان پروتوکول رو امضا کرد به ارزش 4 میلیارد دلار تمام اکمالات و ساز و برگ نظامی خود اوج ببرد و امریکا می ترتیب امره ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان رابط تامین میکنه که از این طرف این قطعات را که قرار است که 2014 باید بیرون برن از این راه باید برن و از طرف دیگر امریکا در اینجا یکی از مسائل بسیار اطمینانی که قسمی که پسر آقای بلوچ زاده گفتن تعهداتی هم اکنون از میان بلوچ ها هست که ماین گواده را باید بندر مشترک استفاده میکنیم این و آن کار را انجام میتیم شما ببینید در فاصله زمانی بسیار کوتاه یک ماه چی تحولاتی اصلا به نفع بلوچستان صورت میگیره آقای پردولی مرکز که شما در او کار میکنیم مرکز مطالعات استراتژیک منطقه‌ای است آمار ارقام دقیق در کل از پاکستان به ویژه از بلوچستان شما داری؟ در چه موردی؟ در بخش های مختلف تعداد عساکری که در اونجا جای به جای است تعداد بیرون از بلوچ ها یا در کل چقدر پاکستان فوج داره چقدر پلیس داره چقدر ملیشه داره فارغین مکاتب چی اندازه است چیزی به نام احصایه یا سروی از بد و تاسیس پاکستان تا کنون در این مرکز جمع‌آوری شده من حیث مستند یا آنوز مقدر زیاد نیست برای اینکه این مرکز خودش تازه به وجود آمده با همه مشکلات و پروبلم های عمومی که در کشور وجود دارد این اداره هم جزی از ادارات کشوری ما هست که آنوز هم که ما بخواهیم کار عمده که میکنی چی هست؟ ما روی مسائل عمده تغییرات و تحولاتی که در منطقه هست تحقیقات میکنیم سرشان و تحقیقات اگر ما بگیم که تکمیل اونیا هستن با کمودی هایی که تو هم هستن دیگه تشکر فشرده تر میتونی بگوی که پیامت های مثبت منفی قضیه کدام خواهد و یک مسئله را که در مورد افغانستان یک موضوع بلوچ های افغانستان با دیگره کمک فرق میکنیم برای اینکه بلوچ ها در افغانستان روی هم رفته زبان خود استفاده میکنن هم در تاریر هم در گویش هم در برنامه های رادیو تلویزیونی به خصوص دو کشور دیگه و خاصتا در ایران هیچ همچون مسئله‌ای که وجود ندارد اصلا این تا حدود تفاوت خود دارد تا جایی که من در جریان هستم موضوع بلوچ ها نسبت به افغان ها موضوعی نیست که با فارسی ها و پنجابی ها همگون باشه به این معنی که برای افغان ها در مجموع بلوچ ها میگن که در داخل بلوچستان آزادی که هست بدون پاسپورت ویزه میتونن بگردن تشکر آقای هاشمی دید شما چی است که چی پیامت های مثبت خود داشت و چی پیامت های منفی ما از یک زاویه دیگه خیلی خلاصه نگاه کنم دیدی که دوستان مطرح کردن تماما این بود که چنین اتفاقی میفته اما من دنبال از این هستم که چرا ایالات متحده آمریکا چنین موضوعی مطرح میکنه هدف تغییر رفتار دو کشور است که در واقع سیاست های ایالات متحده آمریکا رو در منطقه به چالش کشاندن یکی خود ایران است که ما اگر در ایران رژیم عوض بشه مسلما ایالات متحده آمریکا یک متحد ضعیف نمیخواد در منطقه دنبال یک ایران قوی است پس بحث بلوچستان در ایران منتفی میشه اگر پاکستان سیاست های کلان ایالات متحده آمریکا در منطقه قبول کنه که در واقع همون هژمونی هند است و در واقع ایجاد یک دولت باثبات‌تر در افغانستان بازم مسئله بلوچستان بو اندازه حاد مطرح نمیشه که امروز مطرح میشه این چیزی که باید وجود داشته باشه و در عین حال یک نکته آخر میخوام بگم اون است که وقتی مفهوم استقلال مطرح میشه مال زمانی است که استعمار شده است من فکر می کنم اگر قانون اساسی باعث استعمار یک قوم در افغانستان شده باشه او زمان استقلال مفهوم پیدا میکنه اما اگر مردمی در یک فضای برابر
توان رقابت سیاسی داشته باشن به عنوان شهروند در یک جامعه در هر دموکراسی که باشه، من فکر میکنم اون مردم در هر کجای دیگه میخوان همون پیاده کنن که همون دموکراسی است و چیزی فرق تفاوت نمیکنه. یعنی شما کمتر امکان حداقل جدا شدن بلوچستان در کوتاه مدت بله. در کوتاه مدت من چنین نظری دارم. تشکر. بینندگان عزیز، سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بوده و همچنان تشکر بسیار زیاد از مهمانان محترم ما که در بحث ما تشریف آوردند.